سرخط داغترین خبرها گانتس نتانیاهو را آشغال توصیف کرد همصدایی یک کشور عضو برجام با اسرائیل علیه ایران امیر حاتمی سپاه قدرت برتر ایران است و بایدن پوتین یک قاتل است درود بر شما همراهان گرامی خبرهای داغ ایران و جهان را در اتاق خبر دنبال کنید. مشروع خبرها گانس نتانیاهو را آشغال توصیف کرد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را آشغال توصیف کرد. کانال هفته تلویزیون اسرائیل شامگاه سهشنبه اعلام کرد بنی گانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را آشغال توصیف و تاکید کرد نتانیاهو غیر مسئولانه عمل می کند. گانس روز سهشنبه در گفتگوی رادیویی درباره اقدام اردن به جلوگیری از سفر پنج شنبه گذشته نتانیاهو به امارات و دستورات وی به وزارت حمل و نقل اسرائیل برای بستن حریم هوایی بین اسرائیل و اردن بدون اطلاع مسئولان سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و مشورت با آنان گفت عمل کرد و رفتار نخست وزیر اسرائیل غیر است. گانس افزود نتانیاهو روابط اسرائیل و اردن را به خطر می اندازد. نتانیاهو با بستن حریم هوایی اسرائیل با اردن بدون اطلاع مسئولان سازمان های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل و مشورت با آنان تصمیم شخصی و دراماتیک گرفت. در همین حال بنی گانس از یائر لاپید رئیس حزب مخالف یش عتید. به شدت انتقاد کرد و مدعی شد لاپید میخواهد خواهد وی را ترور کند یا از بین ببرد. گفتنی است انتخابات جدید پارلمان اسرائیل 23 مارس برگزار خواهد شد. همصدایی یک کشور عضو برجام با اسرائیل علیه ایران آلمان به عنوان یکی از طرفهای اروپایی برجام و در حالی که ایران بارها بر صلحآمیز بودن برنامه هسته خود تاکید کرده همنوا با رژیم صهیونیستی ادعاهای علیه ایران مطرح کرد فرانک والتر مایر رئیس جمهور آلمان در دیدار با رووین ریولین رئیس رژیم صهیونیستی که به برلین سفر کرده مدعی شد کشورش در دقدقه های امنیتی این رژیم شریک و نگران برنامه موشکی ایران و نقش این کشور در منطقه است وی ادعا کرد آلمان با تلاش های تلاویو برای جلوگیری از توسعه برنامه هسته ایران و جلوگیری از دسترسی این کشور به سلاح هستهای همراه است هسته. او در این دیدار مدعی شد ایران در رأس نیروهایی است که ثبات منطقه را تهدید می کند. او از جامعه جهانی خاص در کنار هم با صدای قاطع و بدون سازش در برابر توسعه هسته ایران بایستد. رئیس رژیم صهیونیستی در همراهی با کوخاوی فرمانده ستاد ارتش رژیم صهیونیستی از روز سهشنبه سفر اروپایی خود را آغاز کرده است. این دو مقام سهیونیست پس از آلمان به فرانسه و اتریش خواهند رفت تا در این کشورها هم درباره ایران و حزب الله لبنان با مقامهای اروپایی گفتگو کنند امیر حاتمی سپاه قدرت برتر ایران است و زیر دفاع در پیامی سپاه را قدرت راهبردی و ظرفیت برتر ایران توصیف و آمادگی کامل این وزارتخانه را برای پشتیبانی همه جانبه از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در جهت دفاع از انقلاب اعلام کرد. امیر سرتیب حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه ای با تبریک ایام مسعود و فرخنده شعبانیه به خصوص میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار و تبریک ولادت امام سجاد علیه السلام و گرامی داشت روز جانباز و ولادت با سعادت حضرت عبل فضل العباس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را قدرت راهبردی و ظرفیت برتر جمهوری اسلامی و ملت ایران برای سیانت و حراست از انقلاب اسلامی و خونساسازی سناریوهای دشمن نظام سلطه و استکبار جهانی دانست. وی در این پیام آورده است، پیوند عمیق و راستین پاسداران انقلاب اسلامی با فرهنگ و مکتب سرخ شهادت که منبعث از قیام عزت آفرین و نجات بخش سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین بود منجر به تصمیم راهبردی و حکیمانه حضرت امام رحمت الله علیه در نامگذاری روز میلاد امام حسین به عنوان روز پاسدار شد و این مولود مبارک انقلاب و شجره طیبه توانست با نقش آفرینی های بی بدیل و ماندگار خود در کنار سایر نیروهای مسلح در عرصه های مختلف و سرنوشت ساز در دفاع از انقلاب ایران اسلامی و آرمان های والای شهدا و امامین انقلاب به شایستگی ایفای نقش و مسئولیت قرور آفرین نماید. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این پیام با تجلیل از اقدامات ارزشمند، تاثیرگذار و شجاعانه سپاه پاسداران در طول عمر پربرکت نظام اسلامی و مقاطع مختلف و سرنوشت ساز افزود سپاه با درک و تحلیل عمیق و دقیق از مقتضیات فراروی انقلاب و میهن اسلامی همواره با چشمان بیدار در ماموریت‌های محوله نقشی اثرگذار، موفق و فداکارانه داشته و همواره به پیشرفت و تعالی ایران اسلامی به عنوان یک فریزه اندیشیده است. امیر حاتمی پیوند و ارتباط راهبردی سپاه پاسداران با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرکز سقل صنعت دفاعی کشور و به ویژه ارتش سرفراز جمهوری اسلامی ایران آن را نماد یک پارچگی و ید واحد و مستحکم قوای مسلح ایران اسلامی تحت فرماندهی مدبرانه و حکیمانه ولی امر مسلمین امام خامنه ای برای استقرار امنیت پایدار و آمادگی جهت مقابله با تهدیدات فراروی میهن اسلامی دانست و نوشت وحدت، همدلی، همزبانی و برادری نیروهای مسلح مقتدر و مردم و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی سرمایه عظیم و بیمانندی است که پشتوانه واقعی قدرت نرم و سخت، اقتدار و تداوم حرکت به پیشرفت ایران اسلامی در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی جهت کسب جایگاه واقعی و تأثیرگزار بین المللی به شمار می رود. وی در پایان با سلام و درود بی پایان به روح بلند و ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای عظیم و شعن سپاه پاسداران به ویژه چهره بین المللی محور مقاومت سردار شهید سرلشکر حاج قاسم سلیمانی آمادگی کامل وزارت دفاع را برای پشتیبانی همه جانبه از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه سپاه پاسداران در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در برابر هر گونه تهدید و یاوگویی دشمنان انقلاب اعلام داشت. و بایدن پوتین یک قاتل است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک قاتل است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی روز چهارشنبه با شبکه ABC آمریکا تاکید کرد از نظر او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک قاتل است. آقای بایدن در این گفتگو با یادآوری مکالمه تلفنی دو ماه پیش خود با ولادیمیر پوتین تاکید کرد که به او گفته بابت تلاش برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به زودی تاوان این کارش را پس خواهد داد ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده تا اتاق خبر بعدی روز خوش و خدا نگهدار